همکارم اردوان روزبه اینجا با ماست. اردوان خیلی خوش اومدی. از جزئیات حمله روز شنبه حوثی‌ها بیشتر برامون بگو. اگرچه دولت آمریکا یعنی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده که 15 پهپاد زدن، اما این خبر بعد از چند ساعتی به روز شد و 4 پهپادی که فرانسوی‌ها زده بودن بهش اضافه شد و همچنین بریتانیا هم اعلام کرد که تعدادی از این پهپادها رو زده. ما در حال حاضر می‌دونیم که 27 پهپاد تاکنون مورد اصابت قرار گرفتن و از بین رفتن، اما 28 پهپاد معذرت میخوام. و اما مسئله کس اینه که سنتکام میگه هیچ خسارتی به جای زده نشده و هیچ مشکلی برای کسی پیش نیامده و نیروهای آمریکایی و همچنین بریتانیا و فرانسه به گشتنی خودشون ادامه دادن. اما یه نکته خیلی مهمی در این بحث وجود داره. ما مطلع هستیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی کشتی‌هایی رو برای پشتیبانی اطلاعاتی حوثی ها به منطقه اعزام کرده. دست کم ما در مورد محشاد و کشتی ساویز مطلع هستیم که در منطقه تحت عنوان در واقع یگانهای عملیاتی آبی خود جمهوری اسلامی از اونا یاد میکنه و حالا ما میدونیم که کشتی محشاد در آبهای چین مستقره و به نظر میرسه آمدانه در آبهای چین مستقره تا نیروهای آمریکایی در رصد اطلاعاتی نتونن به اونا حمله کنن. حالا این نکته ای که نشون میده یه مقدار این پازل رو بیشتر روشن میکنه. ما پیش از این میتونیم که یحیی سری وقتی امروز روز شنبه اعلام کرد که 37 پهپاد و شلیک کردن، در واقع یه چیز خیلی مهم در این قضیه وجود داره. آنچه که ائتلافی موسوم به گروه ضربت در دریای سرخ تشکیل شد و آنچه که اونها هدفشون اعلام کردن، یعنی از بین بردن اون ناامنی که به عنوان هدف قرار داده، ناامنی که حوثی ها در دریای سرخ ایجاد کردن، نشون میده که چنان پروژه موفقی نبوده. گویا اینکه در چند عملیات نیروهای آمریکایی به همراه بریتانیا موازی اونها رو در بخش‌های مختلف زدن، اما با توجه به عملیات امروز و با توجه به پشتیبانی اطلاعاتی که جمهوری اسلامی داره برای اونها انجام میده و رصد منطقه‌ای داره انجام میده، نشون میده تاکنون پروژه‌های بازدارنده ائتلاف ضربت هم چندان موفق نبوده. از یه طرف دیگه باید یادمون باشه فرانسه امروز زدن پهپادهاش رو بسیار با دقت و خیلی حساب شده مطرح کرد که 4 پهپاد در هوا در منطقه دریای سرخ زده، اما نمیدونه مال کیه. این نشون میده که هنوز اروپایی‌ها مطمئن نیستن میخوان درگیر مسئله بشن. چرا؟ به دلیل اینکه اروپا بسیار نزدیک هم به خاورمیانه و هم جمهوری اسلامی نگرانی‌هایی براش وجود داره که ممکنه بعدها گروه‌های نیابتی چندروها در اروپا بخوان کاری انجام بدن، اونا سعی میکنن خودشون از این درگیری دور نگه دارن. و البته در نهایت نکته مهم این هستش که یادمون باشه وقتی در کنگره از فرمانده سنتکام چند روز پیش سوال شد که چرا با توجه به اینکه شما یقین دارید جمهوری اسلامی حامی حوثی هاست و یقین دارید و بر اساس آنچه که توافق شده رد اونهایی که در عمل دارن کمک میکنن رو باید بزنید، چرا با ایران درگیر نمیشید؟ فرمانده سنتکام اعلام کرده این نیاز به دستور مستقیم رئیس جمهور یعنی آقای جو بایدن داره که به نظر میسه بایدن هنوز به همچین چیزی نرسیده. در نتیجه ما هنوز نمیتونیم بگیم وضعیت دریای سرخ آیا این وضعیت با ثبات هست یا خیر، که به نظر میسه صحبت‌های امروز سخنگوی حوثی ها نشون میده چندان هم با ثبات نیستش. آدم خیلی کوتاه به من بگو اصلا به طور کلی از آغاز حملات تا الان توان کنترلی آمریکا رو چطور میتونیم ببینیم؟ من میتونم با صراحت بهتون بگم که با توجه به نحو عملکرد آمریکا در دریای سرخ میتونیم بگیم تلاش‌های انجام شده، اما گروه حوثی‌ها برگ برنده رو همیشه رو کردن. درست در لحظاتی که آمریکا پیش‌بینی می‌کرد با زدن زاغه‌ها جلوی عملیات بگیره، حوثی‌ها از پهپاد استفاده کردن، حوثی‌ها از موشک‌های بالستیک استفاده کردن، حوثی‌ها در دریا از شهپاد استفاده کردن، یعنی کشتی‌های زیرآبی یا روی آبی بدون سرنشینی که عملیات انتحاری انجام میدن. اینها اصلاً به اندازه و قواره حوثی‌ها نمی‌خوره. ما می‌دونیم اونها در چه اندازه‌ای هستن و بعید به نظر میسه حتی کوچکتر از اینها رو بتونن پوشش بدن. پس جمهوری اسلامی که به عنوان عنصر اصلی کمک کننده به این جریان‌های ناامن کننده در منطقه نقش خودش رو بازی می‌کنه، تا زمانی که مجموعه گروه ضربت به رهبری ایالات متحده آمریکا به این توافق نرسن که اصل و ریشه عملیات حوثی‌ها رو بزنن، من فکر نمی‌کنم ما بتونیم بگیم اونها در دریای سرخ موفق بودن. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه اینجا در استودیو من همراهی کردیم.